رئیس جمهور اوباما در بیانیه هفتوار خود گفت این توافق بیشتر از آن است که کس در گذشته انجام داده باشد تا مانع ایران از تولید سلاح هسته‌ای گردد با این توافق مفتشین بینالمللی بر تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران دسترسی خواهند داشت چگونگی روند دقیق و رسیدگی که در این توافق درج گدیده جامع و جدی است دقیقا به خاطر که ما اطمینان حاصل کنیم که ایران به تعهدات خود پابند است در حالی که عربستان سعودی موقف انتظار کشیدن و دیدن را در مورد چگونگی پابندی ایران به توافق انتخاب کرده است چون این معلوم می شود که فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا تا حد با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که مخالف جدی این توافق است موافق است می خواستیم توافق را ببینیم که به ایران می گفت اگر می خواهی تعزیرات رفع گردد باید نخست سلوک و روش خود را تغییر دهیم تغییر روش بر چیز نیاز ندارد در واقع هیچ مقرره برای تغییر روش ایران وجود ندارد به همین لحاظ این توافق اساسا ناقص است نتانیاهو در اشاره به اظهارات روز شنبه رهبر ارشد ایران گفت ایران با وجود کسب امتیازات از کشورهای غربی روش خود را تغییر نمی دهد. ایرانی ها حتی این را پنهان هم نمی کنند که در واقع صدها میلیارد دلار را که به اساس این توافق حاصل می کنند برای مسلح ساختن دستگاه های دهشت افغانی استفاده می کنند و می گویند مخالفت خود با امریکا و متحدینش و معلومدار اسرائیل ادامه می دهند. رهبر اسرائیل میگوید در نظر دارد تا با آن عده از اعضای کانگرس ایالات متحده بپیوندد که مخالف این توافق هستند تا مانع تصویب آن گردند رئیس جمهور اوباما گفته است که آماده است هر نوع مخالفت یا خونساسازی این توافق را از جانب کانگرس رد کند زمان دیپلمات ها میگن که انتظار میره که توافق بین ایران و شش قدرت جهان صبح روز دوشنبه از طرف شورای امنیت ملل متحد در ویانا تصویب شود که البته بعد از کنگره امریکا ای البته به کانگرس امریکا پیش میشه و کانگرس 60 روز وقت داره که در مورد قبول یا ردش تصمیم بگیره که البته موقف رئیس جمهور اوباما در صورت ردی توافق از طرف کانگرس معلوم است که ویتو میکنه جان تشکر از